بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمد عليهم السلام يقولان، که هم از این بزرگوار این را شنیده هم از اون بزرگوار، یقولان ان الله تعالی عوض الحسین علیه السلام من قتله ان جعل الامامه في ذريته. اینها البته بخشی از پاداش هاست، و الا پاداشی که خدای متعال به شهید میدهد، حالا شهید معمولی، فرض کنید تو میدان جنگ یه تیری میخوره یا اون روز شمشیری میخورد و میافتاد، شهید بود، این رو خدای متعال میگه احیاءٌ عند ربهم یرزقون، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم. این شهید رو خدای متعال اینجور دربارش حرف میزنه، این شهید معمولی، شهیدی مثل حسین ابن علی علیه السلام که شهادت او قابل مقایسه با هیچ شهادتی نیست، یعنی در تاریخ ما سراغ نداریم، بنده سراغ نداریم. اینجور مصیبت ها، اینجور سختی ها، اینا رو تحمل کنه برای اون هدف عالی، هدف بلند. این خب اجر او خیلی قابل مقایسه اصلا نیست با اجر یک شهید معمولی. از جمله این اجرها و پاداشها اینیست که تو این روایت آمده است، نه اینکه خیال کنیم اجر حسین ابن علی علیه السلام فقط همین هاست، از جملهش این هاست که اینا هم خیلی مهمه. یکیش این که حضرت فرمود خداوند متعال عوض الحسین علیه السلام من قتله ان جعل الامامه فی ذریته. اولی امامت، این پرچم برافراشته، این خورشید درخشان در طول همه تاریخ، این در نسل این بزرگوار قرار داده شد، از اولاد او قرار داشت. این یک. و شفاعتی تربته، خاک قبر او رو کسی مصرف کنه این شفاعه، دواست، درمانه. خاک 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 دیگه، اما این خاک به برکت مجاورت اون پیکر مطهر یک چنین خاصیتی داره که شفاعه. این هم یک. و اجابت الدعاء عند قبره، این هم یک. در کنار قبر حسین ابن علی علیه السلام شما دعا کنید، دعاتون مستجاب. دعا کنید، لغلغه لسان نباشه، بخواهید خدا را بخوانید و بخواهید خدای متعال اجابت خواهد وعده کرد. اینهایی که میرن این راه رو طی میکنن پیاده و میرسونن خودشون رو به اونجا، واقعا یک موهبت بزرگ الهی رو خدای متعال در اختیار اینها گذاشته. این پیاده روی اربعین، حادثه عجیبی که این سالها پدید آمده است.
بعد فرمود ولا تعد و ایام زائری جائیان و راجعان من عمره. اینم یک، اگر خدای متعال مثلا فرض کنید که 10,000 روز به باب مثال به شما عمر داده باشه، این چند روزی که در حال رفت و آمد به سمت قبر این بزرگوار هستید جزء اینا حساب نمیشه. این اضافه بر اون مقداری است که خدای متعال تعداد روزهایی که به شما خدا مقدر کرده که عمر شما باشه، این جزء اونا نیست، از عمرتون حساب نمیشه، این اضافه است، سرریز عمر. محمد ابن مسلم میگه وقتی حضرت این رو فرمودن، قال محمد ابن مسلم فقلت لابی عبدالله علیه السلام هذا الجلال ينال بالحسین علیه السلام. این جلالت، این عظمت، این مقام عالی به برکت امام حسین داده می شود به این و اون. اینی که شما اگر تربتش رو مصرف کنید بخورید شفای شماست، به شما یه لطفی شده است دیگه. به برکت امام حسین این جلال و این کرامت و این عظمت داده شده است به اینها. فما له فی نفسه، وقتی به خاطر او به دیگران خدای متعال این جلال و عظمت رو، این کرامت رو لطف میکنه، پس به خود او چی میده؟ فقال ان الله تعالى الحقه بالنبي صلى الله عليه واله. این اجر خود او این است که او ملحق به پیغمبر است. خب پیغمبر که خلاصه همه کرامت های الهی در عالم وجود، وجود پیغمبر اکرم دیگه، خدا او رو ملحق میکنه در قیامت در بهشت به پیغمبر. فکان معه فی درجته و منزلته، در روز قیامت امام حسین در درجه پیغمبر و در منزلت پیغمبر قرار میگیره. ثم تلا ابو عبدالله علیه السلام والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم، که این یکی از مصادیق این آیه این مورد است، صفحه 317.